رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خوب بفرمایید. هستین؟ من خوبم، بفرمایید. خیلی متشکرم. شما از کجا تلفن میکنید؟ آقای دکتر، من از آلمان تماس میگیرم. متاسفانه حدودا 2 سال آلمان هستم، به صورت تحصیلی اومدم. آقای دکتر، من از بچگی متاسفانه مشکل وابستگی داشتم، از یعنی به طور شدید، چون مادرم شخصیت خیلی وابستگی داشته و اونم به من و خواهرم حالا یه جورایی منتقل کرده، به طوری که یعنی من کلاس پنجم دبستان مامانم میومد پشت در مدرسه میشد، و اینکه من یه خواهر 2 سال از خودم کوچیک‌تر دارم و یه روز حالا پدرم. شما الان چند سالتونه؟ من 25 سالم هست. و آقای تو، چون خب پدرم با شما خب آشنا هستن، اصلا پدرم منو حدودا 4-5 ساله که آشنا کردن شما رو، منو با شما، و من وایس‌های شما رو گوش میدم و بسیار استفاده میکنم. سر همین خب پدرم آگاه بودن از این مسائل، چون خیلی هم کتاب میخونن، و یه روزی صبح محکم قبل اینکه برم مدرسه و میگفتم مامان تو هم باید با من بیای، یه دونه محکم زد زیر گوشم و اصلا واقعا مسیر من عوض شد. خیلی کمکم کرد و حالا یه سری کلاسه، چون پدرم هم درگیر اعتیاد بودن، کلاسای مربوط به هم وابستگان رو رفتم. خیلی تاثیر داشت، به طوری که انقدر دیگه من اون طعم آزادی رو چشیده بودم و حالم خوب شده بود که اصلا فراری شده بودم دیگه خانواده. بعد دیگه خب به دلیل اینکه خب درسم هم خیلی خوب بود، همیشه آرزو داشتم که توی یکی از دانشگاه‌های خوب دنیا درس بخونم و تونستم هم کالجم رو به صورت آنلاین که زمان کرونا بود کالجم رو شرکت کردم و قبول شدم و تونستم ویزا بگیرم اینجا، حالا کالج رو گذروندم. ولی خب هیچ وقت فکر نمی کردم، یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم بیام اینجا درگیر همون مسائل بچگانه وابستگی بشم. کافیه فقط یه نفر آقای دکتر یه حرفی مربوط به وابستگی بزنه، من اصلا واقعا به هم می ریزم. و زمانی یعنی چی یه چیزی راجع به وابسته، حرفی راجع به وابستگی بزنه، یعنی چیزی مثلا یکی میگه ما اینجا تنهاییم، یا مثلا یکی برگره بگه ما اینجا حمایت خانوادمون نداریم، دست و پامون مثلا بشکنه خانوادمون نیستن ازمون حمایت کنن، یه چیز مربوط به اینا. یا مثلا اون اوایل یکی راجع به دلتنگی چیزی میگه، من خیلی واقعا به هم میریختم، تا اینکه با یکی از دوستام که تو دوران کالج اینجا باش آشنا شدم و خب اون از این نظر هیچ مشکلی نداشت، یه اصلا لحاظ عاطفی وابستگی عاطفی هیچ مشکلی نداشت. من حالا احساساتم و به این دوستم که میگفتم آروم میشدم دیگه، کم 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 اینقدر مسائل مختلف به اون گفتم و وایس های شما مربوط به وابستگی رو گوش دادم، اون عصبانیت هایی که شما میشدین وقتی یه نفر این افکار وابستگونه رو بیان میگه خیلی به من کمک کرد. ولی هنوزه که هنوزم یه سری افکار احساس میکنم مثلا واقعیه، احساس میکنم مثلا وابستگی نیست، یه سری واقعیت های یه ترسی تو من ایجاد، مثلا همین این قضیه که مثلا حمایت خانوادمون رو نداریم، یا مثلا من به حمایت حمایت خانواده رو نداریم، یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید حمایت برای چی؟ مگه جنگید شما؟ در حال جنگید؟ آیا مثلا مردمی که اروپا خب مریض بشه بری دکتر نصب کنی، نزدم دوران این که من مریض بشم برم پلو مادرم که گذشت دکتر میخوام، بی بقیهش چی؟ خیلی شدید بشه که میرم بیمارستان. از ما تو دنیایی هستیم که صبر کنیم، ای پول میخوایم میریم بانک، ای مریضی میریم دکتر، مشکل روان داریم میریم پلو روانشناس، کار میخوایم میریم برای پلو کارفرما، ما که سراغ خانوادمون نمیریم. حمایت چی؟ چه حمایتی؟ برامون سوپ درست کنن کنارمون باشه، برای این سوپ درست کنن، یعنی مشکل من در زندگی در دنیا امروز این که یکی باشه برای خب سوپ سفارش رو الان که شما تو اروپا تلفن صاحب کنید، تلفن میکنید بهترین سوپ رو براتون از رستوران میرنزن در خونه تو. پس چرا این مطالب اصلا بیان میشه آقای دکتر؟ بگم چرا بیان میشه؟ پس که این مدار وابسته آقای دکتر، اونم خیلی وابسته، یعنی به طوری که مثلا شبا با مامان صحبت نکنه خوابش نمیره، یا مثلا مامان خب بیماره دیگه، مریضه دیگه، هرزم بزرگ نشده. آخه من در 2 سالگی 3 سالگی مادرم نباشه مسئله دارم، ولی در 25 سالگی تو اروپا مسئله دارم مامانم نباشه.
که چی؟ خب چی این میشه؟ با حمایت خانواده و اینا دیگه این میشه حرفای بچگانه همون باور. خب حمایت یعنی چی؟ پدر و مادر بیشتر موجب مشکل و مسئله تو زندگی بچه هاشون هستن تا حمایت. این بیماران همه از اونجا میان. حتی هم کار غلط مادر شما. عزیزم هر چیزی مثل اینکه مادر بگه من چون دلم نمیخواد بچه‌مو به این دنیای سخت و تلخ بیارم تو شکمم نگم داره. خب مادر میمیره بچه‌م میمیره. ما روزی که به این دنیا میاییم با وجودی که ابدا امکان زندگی نداریم بند نافمون رو میبرن و الا مادر میمیره منم میمیرم، برای که ما تو دنیا اومدیم باید رشد کنیم و بعدا وقتی اومدیم مراحل باید پشت سر بگذاریم. شما میگید من از کودکی وابسته بودم. خب معلومه در کودکی باید وابسته باشید. در کودکی در سال اول شما با مادرتون یکی هستید، یک سالگی شما چسبندگی و دوختگیه، سه سالگی اعتیاده، پنج سالگی عادته، هشت سالگی وابستگیه. بین 8 و 12 شما باید بند ناف روانیتون رو ببرن چون جدا بشید تا به 2 تا نتیجه برسید. 1، من بدون پدر و مادرم زندم. 2، بدون پدر و مادرم از زندگیم لذت میبرم و خوشم. این بین 8 تا 12 سالگی باید صورت بگیره تا انسان به استقلال و آزادی برسه. وقتی پدر و مادرها این کارا نمیکنن، بچه رو همچنان گرفتار کودکیش میکنن و تو وابستگیش. تاریخ بشریت خب غلطه، باید بروش کنید دیگه. شما ببین عزیز، مشکل شما اینه که من اگر مریض بشم، من برای چی مریض بشم؟ بعد سوپ برام مامانم درست کنید. مثلا تو من اینجا اسباب کشی داشتم، اگه خانوادم بودن سختی نمیکشیدم. خانوادم کمکم میکرد. یعنی چی؟ این شد سختی عزیز؟ مردم دارن از گرسنگی و بیدوایی تو دنیا میمیرن. تو مثلا این است که 4 تا تیر و تخته رو برشتی از اینجا بردی اونجا. خب به جایی که اونا بیان تازه مادرتون بیاد کمکت کنه، اسباب کشی کنی. خب امروز بعد من بگم مسئولیت زندگیمون خودمون باید برآورده بگیریم. اصلا خانواده هم باشن، آقا ما مریض میشیم، حالا هر چی مشکل خودمون باید انجامش بدیم. نه که ولی من میدونم همه این چیزا رو، ولی ذهنم درگیر میشه. ذهنتون برای که شما زمینه استراب و افسردگی دارید. شما معلومه هم افسرده هستید. وابستگیتون از دیپرشنتون میاد. بلکه شما یه دنیایی درست کردید، یه چیز وحشتناکی که مامانم مگر کنارم نباشه یا بابام نباشه دنیا چی میچی؟ عزیز اصلا تموم شده این بازی. تو حیواناتم شما اینو نمیبینید که نمیدونن چه کار باید بکنن. آدم ها به یه مرحله میرسن که قرار واقعیت رو بدونن، مسئولیت رو ببزن، کار زندگی خودشون پیش ببرن. قرار نیست ما بچسبیم پدر مادرمون، مدرسه نریم بچسبیم مامانمون، ازدواج نکنیم به چسب. آخه این که زندگی نشد. بعد به شما یه ذره نگاه کنید، آخه چه چیزی شما رو آزار میده الان؟ رفت نیست سوپ یا مادر نیست کمکتون کنه، اسباب کشی. خب به جایی که یه دفعه برید 3 دفعه میرید، یه دوستی رو میگیرید، پول میدید که براتون میاره. مثلا خودمون چقدر کمکش کردیم، اصلا اصلا مسئله ای نبود. ولی دقیقا ولی همین مثلا ذهنم علکی گیر میده به این مسائل. خودم هم میدونم گیر... غلط عزیزم، عزیز من تو من بگو، ما قرار ذهنمون گیر چیزی باشه که دردآور، رنجآور، ضرر، خطر، مرگ. میپذیرم یه چیزی که نه ضرره، نه خطره، نه درده، نه مرگه. این من برای چی باید من ناراحتش باشم و درگیرش باشم؟ حالا شما اصلا چی دارید میخونید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟ آقای دکتر من اینجا میکروبیولوژی در مقطع فوق لیسانسم، ولی خب علاقه ندارم و دارم اقدام میکنم برای فیزیوتراپی. ماه اکتبر کلاسام شروع میشه. و اینکه خیلی حالا البته بگم آقای دکتر، من از وقتی ایران بودم که مشکل وسواس رو داشتم و فلوکسین مصرف میکردم و مشکل وسواس فکری داشتم. احساس میکنم این چیزا مخلوط وابستگی و وسواسه. بعد و اینجا هم فلوکسین رو مصرف میکنم، یه روز در میون، هفته 2 بار صبح ها. حالا نمیدونم اینو قطع کنم نکنم. آخه اینو دکتر، آخه اصلا چرا شما؟ نه ببینید، شما اگر میگید وسواس، من که زمینه استراب و افسردگی رو میتونستم ببینم، ولی خب استراب شدید باشه، پس زده بشه، میشه وسواس، اونم متوجهم. ولی شما بیش از ماجرای ای بسا دارو درمانی، روان درمانی میخواید. برای که این نگاه هاست که کار دستتون میده. گفتم مثالی که واقعا واقعیت داره اینه که من فکر کنم مورچه های خونم مارند. خواهم که دنیای رئیس عالم جهنمه برای خودم ساختم. و شما هنها دارید چیزی درست میکنید که من اومدم تو اروپا اینجا درس بخونم، در دوره فوق لیسانس 25 سالمه، نگرانیم این است که در اسباب کشی مادرم نیست یا پدرم نیست
یا در درست کردن سوپ. یه ما حمایت خانواده رو نیاز داریم عزیزم. هیچ هم چیز حمایت چی عزیزم؟ من جنگ لشکر حمایت نیست، غالبا دخالت. یعنی چی جان؟ آخه شما بچه نیستی 25 سال تو حمایت مامان تو رو بجو. ما ذهن خودم مگه ما بچه‌ایم تو حمایت لازم داریم عزیزم؟ این نه نه این شعارا رو نده، این فایده ای نداره، این حرفایی که میخواد بزنه بی فایده است. حرف اینه که من درد دارم، در رنج دارم عزیزم. بچه‌ها احساس شادی و لذت و رضایت میکنن که آزاد هر کار دلشون خواست بکنن، تا پدر مادر بالای سرشون باشن بهشون بگن این کارو بکن اون کارو نکن. من نمیدونم چرا شما فکر کنید این مثلا یه امتیازی است که کسی دور بر من باشه. بزرگ نشدید، خب معلومه مادر شما رو بد بار آوردن. چرا در امریکا بچه‌ها رو بین 8 و 12 سالگی میبرن یک کمپ 4 شب و 4 روز که نه قرار با خانواده تماس بگیرن نه خانواده با اونا، برای که بخوان بند ناف روانی ببرن. بسیار از بچه‌ها شب اول مسئله دارن، ولی انسان باید به این نتیجه برسه که من بدون پدر و مادرم زنده ام و خوب و خوشم. بودن بودن، نبودن هم نبود. ولی این احساس که ما احتیاج به عزیزم، هی تو میگی حمایت، ممکنه من میگی سر کلاس درس مادرت میتونه چیکار برات بکنه، تو امتحان چیکار میتونه برات بکنه، پشت فرمون چیکار میتونه بکنه، حمام رفتن تو چیکار میتونه بکنه، لباس پوشیدن تو چیکار میتونه. عزیزم هی تو میریز میچسبی مثلا مریضی که آدم میره دکتر. امروز مردم زنده میمونن و نمیمیرن به خاطر دکتر، در گذشته خانواده کنار بودن همه میمردن. من نمیفهمم یعنی چه حمایت برای مریضی. برای تو فکر مثلا مریضی چیه؟ من از اون گذشته این همه راه برای حل مسئله بیماری وجود داره. من بنابراین من تنها پدر مادرم کنارم میخوام یه روز مریض شم. یه پسر 25 ساله چرا باید مریض بشی؟ بعد چه مریضی هست؟ این مریضی کمک پدر مادر چه فایده؟ چه عزیز؟ دست آدم بشکنه، پای آدم بشکنه، این نفهم چه نفهمم جمله چی بود؟ پای آدم بشکنه، دست آدم بشکنه، مثلا خب بشکنه. من یه دستم شکست، مامانم میخواد چیکار کنه؟ دست از مسخره بازی بود. آره حالا صدا که در متأسفانه خراب شد. به هر حال عزیز یه مقداری بیشتر در این زمینه فکر کن و یه روانشناس آقای خوب پیدا کنی که با هم صحبت کنید. منم متأسفانه به آخر وقت هم رسیدم. من احساسمو که میگم اصلا کامل میره دیگه. خوب میشه تا اینکه یکی بیاد دوباره یه حرف جدید بزنه ذهن من درگیر میشه. بی خود چرا تا حرف مردم چه اهمیتی داره؟ درگیر میشه که برگرد میگه ما اینجا عزیزم چرا میگن؟ یعنی چی؟ آخه عزیزم حرف معقول، آدم ها در دنیا همه دارن حرفای درست خوب میزنن. 95% حرفای مردم غلط و نامربوط نسبت به هر موضوعی، راجع به سیاست، اقتصاد، مذهب، خانواده، از پرورش، تعلیم، تربیت، فیزیک، شیمی، بیولوژی. مردم چی میدونن؟ تو که رشته داری از 100 تا آدم توی مهمونی، از 100 تا آدم مختلف تو چند تا مهمونی بپرس، یک نفرشون 1% اطلاعات تو رو نداره. یعنی چی آخه؟ پس چرا میگن؟ خب مردم همجوری میگن. یکی برگرد من خیلی دلتنگم اینجا، ما خیلی تنهاییم، اگه یه اتفاقی بیفته چی میشه؟ هیچی، حرف مفت مزخرف بی‌معنی داره میزنه.